همکارم کیمیا قربانی از پولونیا ایتالیا همراه ماست. چه جزئیات بیشتری کیمیا از این خبر داریم ما؟ بله رضا، همینطوری که گفتی با باز شدن موقتی گذرگاه رفح تعدادی از ایتالیایی ها هم تونستن که خارج بشن و الان در حال حاضر در قاهره هستن. تا به الان یعنی از عصر دیروز تا و صبح امروز 6 نفر تونستن بیان بیرون و همینطور وزیر امور خارجه ایتالیا آنتونیو تالیانی گفته که با اونها تلفنی صحبت کرده و مخصوصا با این دختر کوچولو که فردا تولد 6 سالگی او هست و تونسته خوشبختانه بیاد بیرون از غزه و این در حالی اتفاق میفته که من خودم همین چند دقیقه پیش گزارشی رو شنیدم از اسکای نیوز که خبرنگار ایتالیایی اونجا گزارش میداد از اورشلیم و میگفتش که طبق خبرگزاری یونیسف سیف چیلدرن هر 10 دقیقه یک کودک در غزه داره جان خودش رو از دست میده و خب بسیار جای خوشحالی داره که حالا یک کودک جان خودش رو تونسته نجات بده. 4 نفر دیگه داوطلبانی هستن که برای سازمانهای بشردوستانه غیر دولتی که متعلق به ایتالیا و بین المللی هستش کار میکردن در غزه و یکی از اینها که مدیر انجمن چیسیس در پالرمو در جنوب ایتالیا هستش جاکومو این تی که حالا نجات پیدا کرده و به قاهره رفته میگه که خسته هستش و برای اونها امکان کار وجود نداشته چون اونها اونجا هستن که بتونن کمک بکنن ولی انقدر شرایط سخت و پیچیده است که امکان پذیر نبوده و در مصاحبه هم گفته که تصاویری رو دیدن و دردهایی رو در وجود خودشون دارن که ویران شده هستن. همسر او عمل خیان که کار میکرده و فلسطینی هستش میگه که یک محلی رو که محل دفن زباله بوده تبدیل کرده بودن به یک پارکی برای نوجوانان غزه و تصور این که این پارک حالا در دست ارتش اسرائیل هست او رو به مرز بیهوشی و جنون میرسونه و خب این حالا این 4 نفر نجات پیدا کردن، 6 نفر در واقع و 10 نفر دیگه حداقل در انتظار هستن که بتونن خارج بشن از غزه. کیمیا قربانی همکارم از بولونیا ایتالیا، خیلی ممنون که همراه ما بودی.